به نام خداوند مهربان، با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما. خدا کنه که صحتمند و سرحال باشید. برنامه امروز نایریکا را آغاز میکنم. در نخست مرور دارم از برنامه گذشته. همسرتان را از خانوادهش ندزدید و راه های بخاطر خوبتر ساختن افکارتان و همچنان معلوماتی که در این برنامه برتون دارم در مورد روش های گفتگو و همچنان روش های رفع دلخوری و یا که کسانی که از یک ناحیه که آسیب میبینند زیادتر سر این مسئله میپیچند، در یک قسمت راه های حل وجود داره که برتون خواهد خوندم و همچنان پارچه زیبای موسیقی. سوء استفاده عاطفی چی است و بالاخره تهیه ماسک. در برنامه گذشته در مورد همسرداری و زندگی مشترک برتون گفته بودم و خاصتا این معلومات متوجه میشد به خانم های عزیز که خانم های عزیز وقتی که با یک شخص دیگر وارد زندگی مشترک می شود باید همراه خانواده او شخص چگونه رفتار و رویه کند. هرگز در صدد قطع رابطه میان همسرتان با خانوادهش نباشید، به خاطر از اینکه با قطع شدن روابط اینها بیشترین آسیب در زندگی مشترک شما ایجاد می شود و خلاهای زیاد را در روابطتان به وجود می آورد. اگر زیاد علاقمند همسرتان هستید و همسرتان را نهایت دوست دارید، باز هم کوشش کنید که به خانواده همسرتان حرمت و احترام بگذارید و آنها را نیز دوست داشته باشین. و اگر آنها را نمیپسندین و یا ای که خانواده همسرتان را هم دوست ندارین، باز هم به حرمتی و به احترامی نکنید. آنها را در حال خودشان بگذارید و مطابق به قوانین همسرداری رفتار کنید. یعنی اگر در حق آنها نیکی کردن نمی توانید، پس اجگاه از کارهای بد هم استفاده نکنید که در حق هر یکی از آن اعضای خانواده انجام بدهید. به هر حال نکاتی که حال برتان میگم، شما میتونین که با تمرین کردن چنین نکات چیزهای یاد بگیرین و همچنان برتان مفید واقع شود. هرگز از یاد نبرید که خانواده همسرتان در نخست قرار دارد و بعدا همسرتان. همین خانواده همسرتان بوده است که خوشی همسرتان را خواسته و قبول کردن که شما با او زندگی کنین و بقیه عمر خود را پسرش با شما به پیش ببره و زحمات زیاد را به خاطر ازدواج شما متحمل شدن، رنج های زیاد را کشیدن تا ای که شما زوج موفق باشین و در زندگیتان کامیاب باشین. از همسرتان بخواهین که با خانوادهش رویه خوب داشته باشه و همچنان توجه زیاد به خواسته های معقول آنها بکنه، به خاطر از اینکه در بعضی مواقع زمانی که اشخاص ازدواج میکنن اونا فکر میکنن که حال راه ما از راه خانواده ما جدا شده و باید ما زندگی خود را در پیش بگیرم، ولی زن موفق کسی است که همسر خود را باز هم در بین اعضای خانوادهش قرار بده و همچنان برای او بگوید که همین خانواده است که او چشم به دنیا باز کرده و در دامن او پرورش یافته است. در ارتباطات با خانواده همسر احترام آنها را حفظ کنید و همچنان در قسمت آبروی آنها توجه داشته باشید تا اینکه آبروی آنها را نبرید. اگر بی‌مهری از خانواده همسرتان دیدید، میتونید که با صبر و تحمل آنها را نادیده بگیرید و این کار برای شما نفع بزرگ خواهد داشت. در برنامه گذشته در مورد زیبا ساختن و همچنان خلاق ساختن افکار راههایی وجود داشت که براتون به خارج گرفتم و همچنان در این برنامه خواستیم که یک بار مرور کنم. روزهای خود را با بهترین ها شروع کنید. این همه به دلیل است که امکان دارد ذهن شما به درستی در گذشته خوب کار نمی کرده، ولی با آن هم حال در چنین مشکل حضور دارین. خاطرات جدید را با همراه با خاطرات قبلی یک جا کنید و چیزهای خوب را در مورد خاطرات گذشته می فهمید و یایی که در یادتان است، پس کوشش کنید که آن را دوباره بیاد دارین و نوآوری های داشته باشین. به نظریات و همچنان خواسته های خود شانس بدهید تا یکی که خود را رشد بدهد. همچنان ورزش باعث تقویت قوای فکری می شود که نباید هیچ شخص ورزش را فراموش نکند. خاصتا ورزش صبحگاهی بسیار مهم می باشد که هر شخص چی جوان هستند، چی کهنسال هستند و یا که در سن نوجوانی قرار دارن حتما باید ورزش کنند. همیشه برنامه های بلند مدت داشته باشین، حتی اگر روزهایتان در حال تغییر هم است، ولی با آن هم کوشش کنین که توقع زیاد داشته باشین تا ای که گام های بلند در راستای موفقیت و پیشرفت بردارین.
معلوماتی که در این برنامه برتان داریم در مورد روش های گفتگو و همچنان روش های رفع دلخوری می باشه. کسانی که روی یک موضوع زیاد می پیچن و در این مورد تشویش دارن تا ای که او کار را برای دست می گیرن به خاطر رفع این همه دلخوری ها در این برنامه برتان معلومات داریم که برتان تقدیم می کنیم. خدا کنه که شما هم بتونین از این معلومات استفاده کنین. در قدم نخست شما خانم های محترم باید روش های گفتگو را یاد بگیرین که چگونه با همسرتان، با اعضای خانواده همسرتان و به خصوص همراه فرزندانتان چگونه گفتگو کنین و چگونه صحبت کنین تا ای که بتانین خود را یک زن خوب به اثبات برسانین. در اوایل ازدواج هر شخص کوشش میکنه که از خود یک بزرگی نشان بدهد. این بزرگی به مانند گذشت و همچنان تحمل، بخشش و بعضی از مسائل دیگر می باشد. اما وقتی که زندگی مشترک اینا طولانی تر می شود و چندین سال از زندگی مشترک اینا می گذرد، اشخاص شکل خودخواهی را به خود می گیرند. چی زن باشد و یا چی شوهر، حالت را به خود می گیرند که نمی خواهد که خود را در برابر همسر خود تحقیر کند. در بعضی مواقع مثلا اگر در اوایل زندگی مشترک یک گفتگوی بین زن و شوهر با وجود می آمد، یکی از اینها بسیار زود کوشش می کردن که با هم آشتی کنند و حرف بزنند، ولی که چندین سال از زندگی مشترک اینا گذشته، زمانی که اینا با هم گفتگو و یا که به اصطلاح عام با هم جنگ می کنند، دیگر زود آشتی کردن به کار نمی رود. اینا فکر می کنند که من نمی خواهیم که بسیار زود آشتی کنم به خاطر از اینکه تاخیر می شوم و یا که همسرم ایره به ما تنه خواهد زد که نتوانستی چند دقیقه و یا که چند روز جنگی بودن را تحمل کنی. همچنان در بعضی از مواقع برای اینا قسم مسائل پیش میاد که اینا اعتقاداتشان تغییر میکند. مثلا زن و شوهر وقتی که با هم گفتگو میکنن، اینا در فکر این نمی باشن و یا که در صدد این نمی شود که موضوع را زود خلاص کنن و یا که زود آشتی کنند و بالاخره به زندگی خود ادامه بدهند. اینا فکر میکنند که همسران به این فکر میافتند که اینا خودخواه شدند و یا که حرف یک دیگر را به اهمیت نمیدهند و یا که به یک دیگر احترام قائل نیستند و یا که چی گفتم من از او برم و به خاطر حل مشکل با او حرف بزنم. این همه مسائل پیش میه که بالاخره این کارهایشان زندگیشان را به طرف ناهنجاری میکشانند و بالاخره ای زن و شوهر در حالت قرار میگیرند که اینا در حال فرار از همدیگر هستند. حتی از موجودیت یکدیگر اینا لذت نمیبرند و تا حتی که نفرت پیدا میکنند از همدیگر و نمیخواهند که در هر مورد با یکدیگر صحبت کنند. در این قسمت از برنامه در این مورد معلومات وجود داره که برتان به خانش میگیرم. خدا کنه که شما زوجین عزیز از این معلومات بتانین استفاده کنین. همسران باید مانند اوایل زندگی مشترک با یکدیگر رفتار کنن. هیچگاه به مشکلات و ناهنجاری ها اجازه ندهد که وارد روابط اینا شود، به خاطر از اینکه مهمترین و بهترین روابط در زندگی روابط زن و شوهری می باشد که این روابط در قسمت تربیت فرزندان هم تاثیر بسیار مهم داره، در قسمت خوشی های خانواده ها هم بسیار مهم می باشد. پس زن و شوهر قسم با هم رویه کنند که گویا اینا زندگی را از اول شروع کردن و مانند اول زندگی با همدیگر به خوشی و آرامی زندگی کنند. قسم که در گذشته ها از اشتباهات یکدیگر می گذشتن و همچنان صبر و تحمل زیاد داشتند، در مورد آرزوها و خواستهای یکدیگر توجه خاص داشتند و همچنان احترام قائل بودند. اینا هم کوشش کنند که به همین شکل اعتقاد خود را بالا ببرند و نگذارند که هیچگاه مشکلات اندک زندگی اینا را به طرف ناهنجاری بکشاند. مهمتر از همه شیوه حرف زدن می باشد. در یک قسمت که زن و شوهر چگونه با یکدیگر حرف بزنند، اگر اینا روی یک مسئله زود عصبانی میشن و قسم حرف میزنند که همسر خود را در همان لحظه تحقیر کنه و یا ای که قسم رفتار و رویه کنه که همسر خود را تحت انتقاد دیگران قرار بده، پس اینا خودشان به طور مستقیم زندگی خود را به طرف ناهنجاری کشانیدن. پس اینا کوشش کنند که در مورد صحبت کردن و گفتگو کردن با همسر خود و خاصتا زمانی که ای زوجین در بین جمع قرار میگیرند توجه خاص داشته باشند تا ای که از تحقیر شدن و همچنان ایجاد مشکلات در زندگیشان جلوگیری شود. بعضی از اشخاص در موارد دلخوری داره، دلخوری به این معنا که تا ای که در همان مرحله میرسد تشویش زیاد داره و یا ای که یک کار را که روی دست داره
کوشش میکنه که چگونه این کار انجام بده تا اینکه به نحو درستش انجام بگیره و کارش نتیجه خوب بده. در زندگی زن و شوهری دلخوری ها، شکایت ها و همچنان مشاجره ها بسیار زیاد می باشد که ایره کسانی که نامزد هستند و جوانانی که تصمیم ازدواج دارند و کسانی که اینا نه وارد زندگی مشترک شد توجه داشته باشند و از این گفتنی ها استفاده کنند، به خاطر از اینکه بسیار مهم می باشد. زندگی هیچ انسان بدون مشکل و بدون جنجال نمی باشد، اما شخص موفق کسی است که بتونه این مشکلات را به خوبی حل بسازه و خود را از جنجال ها خلاص کنه. نگرانی های وجود داره که زن و یا شوهر را قسم در زندگی وارد می سازه که اینا خودشان آهسته آهسته رابطه زن و شوهری خود را از بین ببرن و یا که به طرف سردی ببرن. دلیلش این است که این اشخاص، بعضی از این اشخاص زود می رنجن و یا که بسیار زود یک شخص دیگر را می رنجنن و همچنان همه نکات و همه توجهش روی کارهای خودش می باشه و یا که قسم رویه می کنه که آهسته آهسته دیگران را از خود دور می سازه و زمانی که خودش متوجه می شه در این قسم از یک حالت دلخوری پیدا می کنه و به تشویش می شه که چی کار را انجام داده که همه از او دوری کردن و به خصوص همسر او که نزدیکترین شخص در زندگی او بوده است. دوستان و عزیزان برنامه نایریکا، در این قسمت از برنامه نوبت نشر یک آهنگ زیبا رسیده که با هم یک جا می‌بینیم. بقیه مطالب را بعد از آهنگ تقدیمتان می‌کنم. با نایریکا باشید. شوگی روی ده جانان بخار یکی شپم دولا شوگی روی ده جانان بخار یکی بزم دولا نندا روی ده جانان بخار یکی رزم دولا نندا روی ده جانان بخار یکی زما زما جانانا جانانا زما زما جانانا
مخ در باڑا و جانانا مخ در باڑا و جانانا مخ در باڑا و جانانا مخ در باڑا و جانانا چی دید زب سرگ وکڑم دیدنونا جانانا زمازم دوستان و عزیزان برنامه نایریکا دوباره خوش آمدین به نایریکا. حال در مورد رفع دلخوری برتان معلومات دارم، خدا کنه که از این معلومات بتانین استفاده کنین. در بعضی مواقع ما تشویش هایی که داریم و پریشانی هایی که داریم دلیلش این است که ما میخواییم همسرمان و یایی که دوستانمان و همکاران و بقیه اعضای خانواده ما، بالاخره کسانی که با ما زندگی میکند و یایی که در زندگی سر و کار دارد، اینا مشابه به ما باشه و آنچه که ما میگیم حرف ما را تایید کند و یایی که مطابق به خاص و گفته های ما رویه کند. برتون گفتم میتونم که چنین افکاری است کاملا منفی و همچنان یک فکر خودخواهی که این شخص میخواه که همگی تحت فرمان او باشه و دیگران هم باید از حرف دل او با خبر باشد که در دل او از چی حرفای میگذرد. اما روابط زناشوهری و زندگی مشترک راههای مختلف دیگر هم دارد که باید زن و شوهر 100% توجه داشته باشند تا اینکه زندگی خود را به طرف سردی نکشانند و رابطه خود را خراب نسازند. خاصتا خانم های محترم باید توجه داشته باشند زمانی که با همسر خود صحبت میکنند و بعضی از خانم ها هستند که از زندگی مشترک و خاصتا زندگی که در بین اعضای خانواده همسر خود دارد گله های زیاد دارد. اجگاه نگذارین که گله های زیاد و همچنان حرف های منفی در دلتان سر به سر شود. وقتی که چنین کار شد تبدیل می شود به یک عقده و بالاخره شما یک حس را به خود می گیرین که احساس می کنین که باید انتقام بگیرین. بجز از انتقام گرفتن راه دیگری را نمی بینید. اما این گله گذاری ها و همچنان شکایت ها از خود وقت خاص و موقع خاص دارد که باید زنان و یایی که همسران مانند مردان اینا باید در نظر بگیرن که در چی وقت و کدام موقع این گله گذاری ها را شروع کنن و بالاخره مشکلاتی که دارن و عقده‌ای که دارن از بین ببرن. خانم های عزیز توجه داشته باشن که در مرحله های اساس باید با همسر خود حرف بزنن و در مورد گله گذاری هایی که دارن اولا خود را کاملا مطمئن بسازن که تا چی اندازه این گله گذاری هایشان درست است و تا چی اندازه نادرست و همچنان سوء تفاهم. بعدا اینا میتونن که با همسر خود صحبت کنن و مشکلات خود را با او در میان بگذارن. دلیل از این که زنان بیشتر نسبت به مردان گله گذاری میکنن و یا این که بیشتر روی یک مسئله میپیچن این است که زنان همی همسر خود را نزدیکترین شخص در زندگی خود میدانند و فکر میکنند که باید تمام مشکلات و خواستهای خود را با همسر خود 100% در میان بگذارد. و همچنان در بعض مواقع بعضی از مردها همچنین حالت دارند که میخواین زودتر و بهتر حرف خود را و حرف دل خود را با همسر خود در میان بگذارد تا اینکه مشکلاتی که داره و اینکه آسیب های عاطفی که دیده توسط همسرش و همچنان با کمک همسر کاملا از بین بره. با سلام مجدد و دوباره خوش آمدین به نایریکا. ماسک که برتان آماده می سازم، مواد لازمه ای ماسک، الکل سفید و همچنان یک عدد تخم مرغ که تنها سفیدیش می گیرم. این ماسک به خاطر از بین بردن چین خوردگی های صورت می باشه و شما هم می توانید که
در اطراف پوست چشمتان هم از این استفاده کنین. در قدم اول سفیدی تخم مرغ از زردی جدا میکنم و لط میزنم تا اینکه خوب حل شو و بعدا الکل سفید اضافه میکنم. ایرم روی قاشق خوب لط میزنم هر قدر که این سفیدی تخم مرغ لط بزنید کیفیت ماسک بهتر و خوبتر میشه و شما هم اگر حوصله دارین و میتونید کوشش کنین که زیادتر سفیدی تخم مرغ هم روی قاشق لط بزنید. و حال به اندازه دو قاشق چای خوری الکل سفید این را هم خوب لط میزنم تا اینکه الکل سفید همراه سفیدی تخم مرغ خوب مخلوط شود. ماسک برنامه نایریکا آماده شد. خدا کنه که شما هم بتانید از این ماسک آماده بسازین و استفاده کنین. این ماسک اولا صورتتان پاک بشوین و بعدا این ماسک به صورتتان استفاده کنین و فراموش نکنین که به دور پوست چشمتان هم از این ماسک استفاده کنین، به خاطر از اینکه بعضی از اشخاص می پوست دور چشمشان نسبتاً شل می باشه و اونا بسیار خوب است، اونا هم میتونن که این ماسک به تنهایی آماده بسازن و به دور چشم خود هم استفاده کنن. یک بار دیگه براتون میگم از الکل سفید و سفیدی تخم مرغ یک ماسک آماده بسازین به خاطر رفع چین خوردگی پوست صورت. این بود ماسک امروز برنامه نایریکا. شما میتونین که به خاطر انتقادات، پیشنهادات و نظریات سالمتون با شماره تلفن و ایمیل آدرس ما که روی صفحه های تلویزیونتان است با ما به تماس شوین. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمتتان قرار میگیرم، خداوند یار و نگهدارتان، کامیاب و سربلند باشین.